<applause> الحمد لله الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والاثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام، ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاهراني عزيز، در رمضان صالقابل، ما بسوي با بأنواع عبادات تقرب جستيم. سپس رمضان گذشت و ما همه آن طاعات را از یاد بردیم بعدا چند ماه دیگر نیز بسان چند روز گذشت و حالا ما دوباره در آستانه استقبال رمضان قرار داریم بسیاری از مردم را می شناسیم که رمضان قبلی را با ما روزه گرفتند اما حالا زنده نیستند چه کسی می داند؟ شاید همین رمضان نیز برای بعضی از ما آخرین رمضان باشد این که ما فعلا رمضان را درک می کنیم بیشک یک نعمت و الطاف بزرگی از جانب الله متعال است و مجده است که دریافت کننده آن از خوشی باید اشک شوق بریزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت روزه را در عموم برای ما چنین بیان می دارد الله جل جلاله می فرماید هر عمل فرزند آدم برای خودش است جز روزه که برای من است و من خود پاداش آن را می دهم. چون فرزند آدم تعام نوشیدنی و شهوتش را به خاطر من ترک می کند. برای روزدار دو خوشی است. یکی در هنگام افتار و دیگری در هنگام ملاقات با پروردگارش. بوی دهن روزدار نزد الله عزوجل از بوی مشک خوشبوتر است. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت روزداران را هنگام داخل شدن به جنت چنین بیان می دارد. در جنت دروازه وجود دارد که اسم آن ریان است و فقط روزداران از آن وارد می شوند. و وقتی تمام روزداران وارد شدند آن دروازه مزدود گردیده و کسی دیگر از آن داخل نمی شود. و همچنین می کسی که یک روز به خاطر الله جل جلاله روزه بگیرد الله جل جلاله در بدل همین یک روز اش را از آتش جهنم به مسیر هفتاد سال دور می کند رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره فضیلت رمضان فرمودند اینک ماه رمضان به سویتان آمد ماه است مبارک در این ماه دروازه های جنت باز می شود و دروازه های دوزخ بسته می شود در این ماه شب است که از هزار ماه بهتر است هر کسی که از خیر این ماه محروم شد به یقین که محروم شده است برای دانستن بیشتر فضایل این ماه در حلقات بعدی با ما همراه باشید